سلام دوستان امروز میخوایم به یکی از زیباترین و منحصر به کشورهای اروپا سفر کنیم بلژیک کشوری با تاریخ غنی فرهنگی جذاب و البته یک سری چالش هایی که برای ساکنان و مهاجرین به همراه داره پس اگه به فرهنگ تاریخ و نکات جالب در مورد بلژیک علاقه مندید حتما تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید بلژیک به عنوان یک کشور مستقل نسبتا جوان به حساب میاد و در سال 1830 استقلال خودش رو از هلند به دست آورد. با این حال تاریخ این منطقه به هزاران سال قبل برمیگرده و در دوران رومی ها هم بخشی از امپراتوری روم بوده. بلژیک به دلیل موقعیت استراتژیکش همیشه در کانون جنگ های اروپا قرار داشته. دو جنگ جهانی هم تأثیر عمیقی روی این کشور گذاشته. به ویژه جنگ جهانی اول که با وجود این جنگ میدان های جنگی فراوان و معروفی در این کشور بنا شدند. تاریخ پرفراز و نشیب بلژیک تأثیر زیادی روی فرهنگ این کشور گذاشته. بلژیک به نوعی پول میان فرهنگ های لاتین و جرمنیک اروپاست و همین موضوع باعث تنوع فرهنگی بالای این کشور شده. بلژیک به سه منطقه زبانی تقسیم میشه. منطقه فلاندرز که مردم به زبان هلندی صحبت می کنند. منطقه والونی که زبان فرانسه رایجه و یک جامعه کوچیک آلمانی زبان. این تنوع زبانی گاهی باعث چالش های سیاسی میشه اما در عین حال بلژیک رو به یکی از متنوع ترین کشورهای اروپایی تبدیل کرده بلژیک به خاطر شکلات های معروف وافل های خوشمزه و سیب زمینی سرخ کرده های محبوبش شناخته میشه و به عنوان یک بلژیکی اگه بگید که سیب زمینی سرخ کرده در واقع اختراع بلژیک کسی مخالفتی نمیکنه. بلژیک پر از پستیوال ها و جشن های سنتی از کارنوال آلت گرفته تا جشنواره های موسیقی الکترونیکی این کشور واقعا برای هر سلیقه‌ای یه جشنواره داره سیستم بهداشت و درمان عالی خدمات اجتماعی پیشرفته و دسترسی آسان به آموزش از جمله نقاط قوت این کشور بلژیک در قلب اروپا واقع شده به طوری که با چند ساعت سفر میتونید به کشورهای مختلف اروپایی سفر کنید از پاریس و آمستردام گرفته تا لندن چند فرهنگی بودن بلژیک به طور ویژه برای افرادی که به فرهنگ ها و زبان های مختلف علاقه دارند یک مزیت بزرگ به حساب میاد. بلژیک یکی از مهمترین مراکز اقتصادی اروپا است و بروکسل به عنوان پای تخت اتحادیه اروپا نقش سیاسی و اقتصادی مهمی در سطح جهان دارد. آب و هوای بلژیک معمولا ابری و بارونیه و ممکنه برای کسایی که به هوای افتابی عادت دارن سخت باشه. بلژیک در مقایسه با برخی کشورهای اروپایی دیگه هزینه های زندگی بالاتری داره به ویژه در شهرهای بزرگ مثل بروکسل و آنتفر. این کشور به خاطر تراکم جمعیت و ترافیک زنگین در برخی مناطقش شناخته شده. بلژیک یک کشور با ترکیبی منحصر به فرد از تاریخ، فرهنگ و چالش هاست. اگه به دنبال کشوری هستید که هم طبیعت زیبا و هم شهرهای پر جنب و جوش داشته باشه، بلژیک میتونه انتخاب خوبی باشه. ولی قبل از مهاجرت، بهتر همه جوانب مثبت و منفی رو در نظر بگیرید. امیدوارم این ویدیو به شما کمک کرده باشه تا شناخت بهتری از این کشور پیدا کنید. اگه سوالی دارید یا دوست دارید در مورد جنبه های دیگه ای از این کشور بدونید، حتما توی نظرات برام بنویسید. مرسی که همراه من بودید، لطفاً ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی با خبر بشید.